پس از سقوط ولسوالی جلریز میدان وردک، فرمانده پلیس این ولایت در یک نوار صوتی گفته است که این ولسوالی به دلیل بی‌توجهی وزارت داخله سقوط کرده است. مجیب الله امینی گفته است که 3 روز پی هم در محاصره طالبان قرار داشت و هیچ کمکی از سوی نهادهای امنیتی و دفاعی دریافت نکرده است. آقای امینی می‌افزاید این موضوع را با سرپرست وزارت داخله در میان گذاشته، اما جواب منفی دریافت کرده است. شخصی وزیر صاحب زنگ میزنیم که اینی رقم از میگه ما چی تو کنیم. وقتی که وزیر یا معین مشکل سرباز خود با تمام امکانات حل کرده نمیتونه، وای با حال او سربازی که در سنگر خو میکنه و خون خود میریزونه. پیش از این ولسوالی نرخ میدان وردک نیز پس از چندین روز محاصره به دست طالبان سقوط کرده بود. وزارت داخله هر چند عقب نشینی نیروهای افغان در جلریز را تاکتیکی میگوید، اما نمایندگان مردم عدم مدیریت و بی‌توجهی نهادهای امنیتی و دفاعی را قابل پذیرش نمیدانند. امکان دارد در دهها نقطه در دهها ولایت جنگ باشد، در یک نقطه در به موقع رسیدگی صورت نگرفته باشد که قابل عفو نیست و باید مورد تعقیب قرار بگیره و باید مورد بررسی قرار بگیره. وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی جلریز میدان وردک آغاز شده و در این عملیات به طالبان تلفات وارد شده است. د میدان وردک و جلریز، بغلان او د لغمان ولایت دولت چا ولسوالی په تړاو باندې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ارګانونو منظم نظامي پلان شتون لري او د پلان مطابق د دښمن پر وړاندې په دې سیمو کې عملیات پیل شوي. اما شورای ولایتی میدان وردک میگوید که هنوز هم ولسوالی جلریز در تسلط طالبان قرار دارد و هیچ عملیات برای بازپسگیری آن آغاز نشده است. نیروهایی که در اونجا مستقر بودن از اردوی ملی، پلیس ملی و نظم عامه تسلیم به طالبان شد. تمام عملیات دیگه ای در ساعت صورت نگرفته. شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که عقب نشینی به نام تاکتیکی از سوی نیروهای امنیتی هم تلفات وارد میکند و هم باعث از دست رفتن مقدار زیادی اسلحه و وسایل نظامی شده است.